ادامه اختلاف میان رهبری و ریاست جمهوری در نظام ولایت فقیه در ایران، وضعیت کارگران ایرانی در آستانه روز جهانی کارگر و در زندان‌های ایران چه می‌گذرد امشب در تفسیر خبر از صدای آمریکا. سلام به شما عزیزان در ایران و هر نقطه دیگر جهان که در این ساعت 9:15 دقیقه بعد از ظهر تهران به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. ساعتی مانده به روز جهانی کارگر، گزارش هاکی است که بسیاری از کارگران ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند. بر اساس همین گزارش های اعتصاب در برخی از واحدهای صنعتی مانند کیان تایر ادامه دارد. همزمان گروهی از کارگران ایران همچنان در زندان به سر میبرند. منصور اوسانلو دبیر زندانی سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد که از بیماری قلبی رنج میبرد از دسترسی به خدمات درمانی لازم چون دیگر زندانیان بیمار محروم است. خانم پروانه اوسانلو همسر منصور اوسانلو ضمن ابراز نگرانی درباره بیماری همسر خود میگوید: امیدوارم تمام زندانیان عقیدتی که به خاطر ابراز عقیده در زندان هستند آزاد شده و به آغوش خانواده های خود بازگردند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه میگوید کارگران ایران امسال افزون بر بیکاری و سرکوب و خفقان زیر بار حذف یارانه ها و تعدیل اقتصادی و گرانی سرسام‌آور کمر خم کردند. گروهی از استادان ایرانی و غیر ایرانی دانشگاه‌های اروپا، کانادا و آمریکا از جمله دکتر آصف بیاد، نوام چامسکی و آقای کاظم علمداری با انتشار پیامی مشترک حمایت خود را از کارگران زندانی در ایران مورد تأکید قرار دادند. همزمان گزارش‌های تازه‌ای درباره وضعیت بد زندانیان سیاسی در ایران منتشر شده است. این در حالی است که نزدیکان خانم شیوا کمالی پور آزاد، عضو بازداشت شده کنفدراسیون دانشجوی ایران، میگویند هیچ گونه اطلاعی از محل و شرایط نگهداری او ندارند. خانم کمالی پور آزاد در هفته گذشته در آغاز سفر خود به آمریکا در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شد. آن سوتر آنچه اختلاف میان رهبری و ریاست جمهوری در نظام ولایت فقیه خوانده می شود همچنان ادامه دارد. در آستانه روز جهانی کارگر این پرسش مطرح است که انقلاب اسلامی ایران چه دستاورد اقتصادی و صنفی برای کارگران ایرانی داشته است؟ کارگران ایرانی چه می‌خواهند؟ آیا اختلاف میان آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد ارتباطی با سفره مردم ایران دارد؟ حکومت ایران چه حراسی از جوانان ایرانی مانند شیوا کمالی پور آزاد، شبنم مددزاده، رویا عراقی و مهدیه گرو دارد که آنان را به زندان میفرستد؟ اینها و پرسش‌های دیگر در همین زمینه‌ها را در میان می‌گذاریم با آقای ناصر محمدی، معاون سردبیر کیهان چاپ لندن، و آقای رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار که در استودیو با ما هستند. در ادامه برنامه احمد رأفت عزیز نیز از روم با ما خواهد بود. جمشید چالنگی هستم، به اتفاق مهمانان با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب خوش اومدید آقای رشیدی عزیز. سپاسگزارم، بسیار خرسندم که در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. ما به موقع آقای رشیدی رو معرفی خواهیم کرد. درباره ایشون اولین بار هست در برنامه با ما هستند. دارای مقالات بسیار، مقالات در سایت‌های اینترنتی، روزنامه‌های اینترنتی هستند و همینطور سایت شخصی خودشون و پیش از این در روزنامه کردستان. از ایرانیان کرد هستند یا کردهای ایرانی که برای اولین بار هم هست، بعد از مدت‌ها البته، با ما هستند در تفسیر خبر. به اتفاق آقای رشیدی عزیز به لندن میریم، سلام میگیم به آقای ناصر محمدی. درود بر شما جناب چالنگی عزیز و جناب رشیدی و همچنین شنوندگان و بینندگان صدای آمریکا، به ویژه هموطنانمون در ایران. من اجازه میخوام جناب چالنگی، در گذشت
روزنامه نگار پرسابقه و قدیمی رو جناب سیامک پورزند رو تسلیت بگم به جامعه مطبوعاتی. و البته قبل از اون هم باز باید یادی از منوچهر سخایی بکنیم که او هم حتما خاطرتون هستش که در سالهای 40 با روزنامه کیهان همکاری داشت. به هر حال امیدوارم که این ضایعه در واقع جبران شدنی که نیست، ولی تحمل داشته باشن دوستان و دوستدارانشون و همچنین خانواده باشن. روان هر دو شاد باد. سیامک پورزند روزنامه نگار، منوچهر سخایی روزنامه نگار پیشین و خواننده مشهور بدهان. قطعا گزارش های بیشتری در برنامه های مختلف صدای آمریکا درباره هر دو چهره سرشناس ایرانی خواهیم داشت. آقای محمدی عزیز، بذارید از اینجا شروع کنیم، از آخرین موضوعی که مطرح کردم، اختلافی که وجود داره بین آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد. یه دعوای خونگی است، ارتباطی به سفره مردم داره، ناشی از چی هست، به دنبال چی هست؟ برخی از مهمانان ما دیروز در اینجا میگفتن بر سر لحاف ملا است. ملا کیه؟ لحاف ملا چیه؟ حضورتون عرض کنم اون که اشاره میفرمایید در مورد این که اساساً به سفره مردم ارتباطی دارد یا نه، بنده باید عرض کنم که اگر هم ارتباطی داشته باشه در جهت خرابتر کردن سفره مردم هست و فقیرتر کردنشون، به واسطه این که به هر حال نزاعی که بین رهبر و رئیس دولت پیش آمده بازتاب خواهد داشت در امور جاری کشور و در زندگی روزانه مردم. اما واقعاً اون که میگویند بر سر لحاف ملاست، این جنگ قدرت البته جناب شالنگی غیر قابل پیشبینی نبود. بسیاری از دوستان در همین برنامه ذکر کردن از یک سال پیش که بعد از این که ماجرای انتخابات تمام بشود و بعد از این که مسئله اصلاح طلبان تمام بشه، جنگ آقای خامنه ای با اونها تمام بشه، با همین نیروی جدیدی که خودشون بر سر کار آوردند نزاع شروع خواهد شد. ولی این نزاع تا به حال بازندش آقای خامنه ای بوده است و ولایت فقیه، اون جایگاه ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی. به نظر من اون بحرانی که پیش بینی می‌کردند از قبل که پیش خواهد آمد و آقای رفسنجانی هم قبل از انتخابات اشاره کرد، در نماز جمعه 26 تیر ماه هم اشاره کرد، الان تشدید شده و باز تشدید هم خواهد شد در آینده، چون راهی که الان در پیش است به هر طریقی که جلو برود به زیان بیشتر آقای خامنه ای هستش. و اجازه بدید فقط یک اشاره کوتاه بکنم که صورت قضیه تا اینجا این استش که آقای خامنه ای حد اکثر جایگاه ولایت فقیه رو فرو کاسته است به این که بیاد بشه رئیس دولت. آقای رئیس دولت یک وزیر رو به هر دلیلی برکنار کرده است. آقای خامنه ای این بار نه مانند مورد مشایی که نامه ای بنویسن به آقای احمدی نژاد که تصحیح بکند، خودشون مستقیما به اون وزیر حکم دادن. این فرو کاستن است. بله اجازه بفرمایید شما ببینید این کلمه ای که به کار میبرید فروکاستن جایگاه والایی داره. ولایت فقیه منظور شما چی هست از فروکاستن جایگاه والایی؟ منظورم این است که در جمهوری اسلامی به هر حال بر اساس قانون اساسی اختیارات و اقتدارات آقای خامنه ای لا حد و ولا تحصاست. این که میاد در حوزه دولت دخالت میکنه، یک اثرش این هستش که میاد در حد رئیس دولت قرار میگیره. اما میبینیم که این نزاع رو در واقع خود آقای احمدی نژاد از ماها پیش با برکناری بسیاری از وزرایی که طبق سنت با نظر آقای خامنه ای انتخاب میشدن در واقع شروع کرد. ولی الان میبینیم که این دو نفر که هر کدوم نماینده یکی از نهادهای قدرت در نظام جمهوری اسلامی هستن، در مقابل هم استادند و بر علیه هم دارن شمشیر میکشن و این تا به حال به زیان آقای خامنه ای شده است. به نظر من حالا اگر فرصت باشه بررسی میکنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر شکلی جلو بره، هم آقای خامنه ای و جایگاه ولایت فقیه رو در واقع بی اعتبار میکنه، هم نظام جمهوری اسلامی رو تضعیف خواهد. این کلمات باید باز بشه، مفهومش روشن بشه. بی اعتبار میکنه، معنی دوم بلافاصله اش اینه که اعتبار داره در میان کیش کجا. این رو اجازه بدید من پرسش دارم از ایشون مطرح کنم. ببینید آقای محمدی میگن که اختیارات آقای خامنه‌ای بی حد و حصره و این طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه و
این نیستش که دو نهاد قدرتن. آقای خامنه‌ای مافوق تمام قدرت است. تقریبا در این اختیار بی حد هستن، بالای سر ریاست جمهوری است. نگرانی آقای محمدی موافقه؟ من در این زمینه با آقای محمدی موافقم که این ربطی به سفره مردم و به معیشت مردم عمدتا ربطی نداره در این زمینه و این جنگ قدرتیه، چون آقای خامنه‌ای وحشت زده مسائل داخلی خودشون رو تعقیب میکنه و در این شکی نیست اگر به اظهارات ایشون در شیراز نگاهی بیفکنیم سریعا به این نتیجه دست میابیم که ایشون تأکید میکردن که این نظام باید یک سره باقی بمونه. خب آقای و تحلیل دیگری هم که در همین زمینه وجود داره میگن رهبری در این زمینه داره پیش میره که فشار بیاره که یا دو سال باقی مانده ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بدون دردسر و کم هزینه تر تمام بشه، یا اینکه اصلا او استعفا بده. اظهارات مجلس در دیروز نشانگر این واقعیتی که دارن رئیس جمهور خودشونو تهدید میکنن و آدم به یاد همون سناریوهایی میفته که مجلس شورای اسلامی ایران رئیس جمهور وقت آقای بنی صدر رو عزل کرد و به بیکفایتی ایشان رئیس دادن. البته چون این مسئله در مورد احمدی نژاد من فکر نمی کنم که به وقوع به پیونده، چرا چون خود خامنه‌ای خود رهبر جمهوری اسلامی ایران در مناسبات دولتی و غیر دولتی پشت تریبون و رو به توده های مردم گفته که ایشون فردی فداکار و خدمتگزار ملتن، ولی جنگ قدرتی که وجود داره آقای خامنه‌ای در واقع نگران جایگاه خودش هستش. شما میگید آقای خامنه‌ای گفته تعریف کرده از آقای احمدی نژاد. آیت الله خمینی گفت آقای قدس‌زاده رو من بزرگ کردم ولی اعدامش کرد. چه اعتباری میتونید برای حرف آقای خامنه‌ای؟ مسئله اینه وقتی که اصل مشکل، اصل معضل در جمهوری اسلامی ایران در ساختار قدرت اینه که اگر بهش توجه بکنیم، زمانی که میگفتن خب ولایت مطلقه فقیه، این از همون ابتدا ما میدونیم که خود تئوریسین های این پروژه و این ایده عقب نشستند، خود آقای منتظری و اینها، خیلی ها بر این باور بودن که چون رفسنجانی خیلی نقش بسیار اساسی بازی کرده، آقای خامنه‌ای با ایشون خوب رفتار خواهد کرد، بعد میگفتن آقا نمی تونه مثل آقای رفسنجانی رفتار بکنه ولایت مطلقه فقیه با آقای خاتمی، چون ایشون رأی مردم پشت سر دارن. ولی اکنون خب با یک انتخابات بی‌معنی در واقع از لحاظ دموکراتیک، با این حالم جمهوری اسلامی ایران اومده آقای احمدی نژاد رو بر مردم تحمیل کرده، حتی بر نیروهای داخلی خودش تحمیل کرده و چون این روندهای قابل پیش بینی بود، همان گونه که آقای محمدی اشاره می‌کردند، و شکی در این نیست که جنگ قدرت ربطی به منافعات مردم و به معیشت مردم نداره و این جنگ قدرت نمایان‌تر هم خواهد شد. شما توضیح در همین زمینه داشتید آقای محمدی؟ اگر نه ما پرسش دیگه مرتبط با این موضوع داریم آقای محمدی. چون در مورد اعتبار ولایت فقیه که می‌فرمایید، من فقط یک جمله رو عرض بکنم، بحث بر این نیستش که مثلا آقای خامنه‌ای به لحاظ این که در جمهوری اسلامی ولی فقیه هستن اعتباری دارن از نظر منطقی و از نظر دموکراتیک، نه، به واسطه ساختار جمهوری اسلامی به هر حال اون ولی فقیه در شرایطی قرار گرفته است که میتواند تعادل ایجاد بکند، ولی این اعتبار و این اقتدار رو در واقع آقای خامنه‌ای دارن تضعیفش میکنن. من در یه حوزه معینی پس شما اشاره میکنید آقای محمدی، منظورتون هست؟ نه، در تمام حوزه ها. حالا منظور من اینه وقتی میفرمایید اقتدار، قلمرو این اقتدار کجاست؟ ببینید قلمرو اقتدار ایشون در بر سر همه نهاد هاست، قوه مقننه، قوای سگانه، قوه قضاییه و غیره و نهادهای دیگری که زیر نظر ایشون هست. الان با این عملی که انجام دادند هم قوه مقننه رو به حوزش تجاوز کردن، چون اگر مسئله ای هم باشه در مورد رئیس جمهور باید قوه مقننه به اون رسیدگی بکنه، هم به اونجا تجاوز کردن، هم به حیطه دولت تجاوز کردن. آقای احمدی نژاد به هر حال یه وزیرشو برداشته، حالا غلط یا درست یه بحث دیگری است. اگر هم باید سوالی بشود، استیزایی بشود، مجلس باید بکنه، نه آقای خامنه‌ای. به گوش بنده اما... آقای محمدی عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم، چون روی استدلال اولیه شما دارین یه نتیجه گیری میکنین، من با این استدلال اولیه هنوز روشن نشدم.
استدلال اولیه شما اینه که آقای خامنه ای مافوق سه قوه است بر اساس نص قانون اساسی، درسته؟ و ایشون بالاخره یک معنی داره که وقتی بالای سه قوه هست، به قول آقای احمد خاتمی این سه قوه زمانی مشروعیت دارن که امضای ولی فقیه پاشون باشه. خود آقای خامنه‌ای هم میگه آقا مصلحت این ایجاب میکرد که این کار بکنم. یعنی این اختیارات به قول شما بی حد و حصر هم به ایشون اجازه میده. مصلحت جمهوری اسلامی این هست رئیس جمهور خطا کرده بهش یادآوری بکنه از نظر اختیاراتی که داره. من بحث من نیست، من دارم توضیحش میکنم. این اشکالش کجاست؟ یعنی این مکانیزم مگر نباید همینطور باشه؟ ولی فقیه بالای سر سه قوه، کسی رو ممکنه دستگاه قضایی به اعدام محکوم کنه یا ببخشه، ولی ایشون بگه نه اعدام باید بشه یا هرچی بخشیده بشه. اشکالش کجاست؟ این مکانیزم که داره در خودش درست عمل میکنه. از اون دیدگاهی که شما از دیدگاه عملی که میفرمایید کاملا فرمایشتون درسته. وقتی که ما اقتدارات میدیم ایشون هر کاری میتوانند بکنن، ولی اگر دقت یعنی خاطرمون باشه از روزهای اولی که مسئله ولایت رو مطرح می‌کردن این بوده استش که نهادها کارهای خودشونو بکنن، ظاهرا هم دموکراتیک باشن، انتخابی باشن و غیره. آقای ولی فقیه هم در یه بالا بشینه، اگر مخالف شرعی رفتار شد یا مخالف مصلحتی رفتار شد یک مثلا حکم ارشادی بدهد یا یک نصیحت ارشادی بکنه، نه اینکه بیاد مثلا فلان قاضی یه حکم بده ایشون میشینه لغوش بکنه. البته همونجوری که شما میفرمایید کاملا حق داره. این برخواسته از همون نقص و نقصیست که همونجوری که آقای رشیدی اشاره کردن در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره. و من فکر میکنم الان که این نزاع پیش بره آقای چالنگی باور کنید که این بحران به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و تمام کشور رو در بر خواهد گرفت. ولی این بحث دیگه است ما نمیدونیم، یعنی چه خبری نیست که بتونیم تفسیرش کنیم. یعنی میشود پیش بینی کرد؟ من شما کارشناس هستید، محترم نظرتون و پیش بینیتون جناب محمدی عزیز. خب در یه همچین وضعیتی هست ما میبینیم زندان ها روز به روز تعدادشون افزایش پیدا میکنه. تازه ترین ها خانم شیوا کمالی پور آزاد است. بسیاری از دختران ایرانی حرفشون حرف ساده است، یه آزادی هایی میخوان، یه اعتراضات صنفی دارن و و و. این رو شما چطور میبینید؟ به خصوص نزدیکم داریم میشیم به اعدام سالگرد اعدام فرزاد کمانگر. در زندان های ایران چه میگذره؟ اشاره کردید در رابطه با فرزاد کمانگر، میخوام وارد پاسخ به سوال حضرت عالی بشم. اگر در روزهای اخیر خبرهایی که از کردستان به ویژه از سنندج به دست ما رسیده حاکی از اینه که بقیه عده از هنرمندان کردستان به ویژه کردستان عراق و جهت اجرای کنسرت در سالگرد اعدام فرزاد کمانگر و یارانش به شهر سنندج ببرن. البته قرار بود که در این هفته این کنسرت اجرا بشه، ولی بنا به دخالت وزارت ارشاد و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران این قرارها و این تاریخها عوض شده و به تأخیر انداخته شده تا اینکه مردم رو در این رابطه سرگرم کنن و اعتراضی صورت نگیره. در پاسخ به سوال شما باید اشاره بکنم که جمهوری اسلامی ایران بنا بر یک مذهب خاص و یک تعریف بسیار مشخص از این ایدئولوژی بنا نهاده شده. زن یا آزادی، آزادی فردی، حقوق بشر در این سیستم جایگاهی نداره. همین که یک زن خودشو زیبا میکنه، آرایش میکنه، در واقع طبق جمهوری اسلامی ایران، طبق تحلیل و نظر و فکری که جمهوری اسلامی ایران ارائه میده از مذهب و از ایدئولوژی خودش، به چالش کشیدن جمهوری اسلامی ایرانه. و این تنها مختص نظام جمهوری اسلامی نیست، مختص تمام نظام‌های توتالیتر در طول تاریخی که در تناقض و در تضاد بودن با آزادی‌های فردی، با موسیقی، با زیبایی. مثلا اگر خیلی کوتاه اشاره بکنم، حکومت کمونیستی روسیه تمام کلیساها رو قدغه میکرد طبق ایدئولوژی و فکری که ابداع میکرد در جامعه و ابزارهای قدرتی که اعمال میکردن، قدرت سیاسی در جامعه. بنا به این تعریف و این ایدئولوژی که جمهوری اسلامی ایران ارائه میده، خب خیلی طبیعیه که زندانهاش همچنان آباد بمونه.
خب توتالیته رو به کار بردن برای اینکه ممکن بعضی از همولایتی ما اشتباه بکنن، فکرم میگین توتالی تور یا لور یا چیز بر از کنم خدمت خودکامه ترجمه شده، هم تمامی خواه ترجمه شده و استبداد و حکومت های بیشتر بر مبنای ایدئولوژی. حراس شیه آقای محمدی عزیز از دختر ایرانی شیوا کمالی پور آزاد، دیدیم تصاویرش رو دیدیم داشت صحبت میکرد، مهدی گررو، شبنم مددزاده، بقیه زندانیان دیگه، مسعود باستانی، جوانان واقعا رعنای ایرانی، شیرکو معارفی، کبودوند، بچه در کردستان جای مختلف ایران در آویش گناهی حراس از شیر، مگر نه اینکه ولی فقیه نماینده خداوند بر زمین است اونطور که مریداشون میگن، یه همچین حکومتی آیا پیامبران از جوانان قوم خودشون حراس داشتن؟ جوانانی که کار خاصی خشنی انجام نمیدادن حرف میزدن. قاعدتاً پیامبران حراس نداشتند، حضرت محمد صلی الله هم حراسی نداشته است، به خاطر این که به هر حال مورد تایید جامعهش بوده است. اینی که ما داریم میگیم که اینها که جایگزین ائمه معصومین هستن به گفته آقای احمد خاتمی یا دیگران چرا باید بترسن، خیلی ساده است جناب چالنگی. مسئله این استش که مردم این نظام را نمیخواهند، تعارف هم نداره. ممکنه 7-8 سال اول انقلاب به دلایل اون شور انقلابی و اون تب و تابی که بود به هر حال جذب شده بودن به سوی این بحثایی که آقایون روحانیون مطرح میکنن و بعد مسائلی که مراجع میکنن، ولی امروز واقعا در دنیای امروزی حکومت کردن یک عده پیرمرد بالای 80 سال به مردم جوان، به مردم جوانی که روشن هستند، واقعا همه مسائل دنیا رو بهش آگاهی دارن، میبینن که در کدوم در من اجازه میخوام همینجا بفهمم آقای محمد، همینجا میخوام حرفتون باز حمله بر بی ادبی نشه قطع کنه. اشکال آیا پیرمرد بودن الان در یعنی ببینیم پیرمردان مردان مسن جوان ها هم بالاخره روزی به سن خواهند رسید در بسیار از جاهای جهان با سن های بالا حکومت کردن، بسیار بسیار هم حکومت های موفق منظورم و الان منظورم از پیر منظورم از پیر مردا به واسطه سنشون نیست، به واسطه این استش که اساسا فکرشون مال زمانهای گذشته است. پیر مردانی که اصلا در این دنیا زندگی نمی کنن، در 1600 سال پیش دارن زندگی می کنن، منظورم به اون مفهومه، و الا خب پیر مردان که سال خوردگان اجازه بفرمایید من این حرفتون رو موافق نباشم، برای اینکه بسیاری هستن جوانانی که الان در نظام بلی. کسانی که در خیابانهای ایران جوانان رو دیگه ای رو به خاک و خون انداختند مردان مسن نبودند، خیلی هم جوان بودند. بسیاری از کسانی که بر جای پای آقای خامنه‌ای بوسه میزنن سن زیادی ندارن. ببخشید این بحث من فکر می‌کنم بگذاریم و بریم تحت تاثیر همین تبلیغات اینها هستن. آقای خامنه‌ای که میآید این هم از بصیرت صحبت میکنه، شما ببینید میاد تمام اعتبار خودش رو ولایت فقیه و نمیدونم هزینه های مملکت همه رو هزینه میکنه برای اینکه دولت آقای احمدی نژاد رو تثبیت بکنه، بال اصلاح طلب رو هم حذف میکنه، این همه بلوا به وجود میاره، حالا داره همون قدرت رو به کار میبره که تضعیف کنه، بعد ایشون میگه دیگران بصیرت ندارن. این حرفا رو ممکن استش که آدم درک بکنه و جامعه به طور کلی درک بکنه، ولی بسیاری هستن که جذب حرفای اینا شدن و قشریون رو هیچ وقت هیچ کارش نمیشه کرد. خب به اتفاق شما در آستانه روز کارگر هست، به روم میریم، آقای احمد رفعت با ما هستن، سلام میگیم به شما و جویای اخباری هستیم که در ارتباط با کارگران زندانی ایران در اروپا به ویژه در ایتالیا است، با وقت بسیار کوتاهی که داریم. احمد عزیز سلام. بله آقای چلنگی سلام خدمت شما و بینندگان و مهمانانتون. همونطوری که شما گفتی در آستانه روز کارگر استقلال سندیکاها در ایران، سندیکای رسمی و عدم اجازه به سندیکاهایی که به صورت خودجوش در بخش‌ها و کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی مختلف به وجود اومدن، در این یکی از مسائلی است که در روز کارگر در بعضی از کشورهای اروپایی در دستور کار قرار داره. تا اونجایی که من تونستم اطلاع پیدا کنم حداقل در دو کشور اسپانیا و ایتالیا
مراکز سندیکاها به سندیکاهای استانهای مختلف و ایالات مختلفشون در اسپانیا بخشنامه کردند و خواستند که مسئله کارگران ایران در این روز فراموش نشه و در تظاهرات مختلفی که تجمع مختلفی که برگزار میشه در شهرهای مختلف به مسئله اشاره بشه. در ایتالیا در تماسی که من با مرکز سندیکای عمومی کارگران ایتالیا گرفتم، حداقل در سه شهر عمده ایتالیا، پایتخت صنعتی ایتالیا شهر تورین، در شهر بولونیا در ایتالیا مرکزی که اونم از ایالات بسیار صنعتی پیشرفته است، و در جنوب ایتالیا در جزیره سیسیل در شهر کاتانیا در رابطه با کارگران ایران صحبت خواهد شد در این تجمعات، و به ویژه مسئله وضعیت سلامت آقای منصور خسانلو، بنیانگذار کارگران شرکت واحد تهران، مطرح خواهد شد در این تجمعات و از او یاد خواهد شد و درخواست خواهد شد رسما بار دیگر. تا کنون چندین بار انجام گرفته این مسئله که از دولت جمهوری اسلامی خواسته بشه که به آقای خسانلو اجازه بدن که برای معالجه از زندان خارج بشن، چون وضعیتشون بنابر آنچه وکیل و خانواده ایشون گفتن بسیار نامناسبه در زندان و احتیاج به بستری شدن در بیمارستان در خارج از زندان دارن. سپاسگزار هستیم احمد رفعت عزیز در ایتالیا، با سپاس. چرا کارگر ایرانی در کشور نفخیزی مثل ایران محتاج نون شبه شده؟ به گواه بسیاری از گزارش‌ها، چرا حکومت ایران، نظام ولایت فقیه، از کارگران ایرانی مثل آقای خسانلو چنان هراس داره که حتی مانع از معالجهش میشه؟ بر اساس قوانین بین المللی موظفه معالجهش کنه. میخوام به این گونه پاسخ بدم: اگر به ایدئولوژی خود جمهوری اسلامی ایران برگردیم، در تقابل در واقع با همون ایدئولوژی کمونیستی اونا، در مثلا اگر کمونیست ها از اتحاد کارگران یا از طبقه کارگر عمدتا صحبت میکردن، اینها از طبقه مستضعفین اساسا صحبت میکردن، و شکل گیری جمهوری اسلامی ایران در زمانی بود که دو قطب در برابر همدیگه ایستاده بودند، جهان کمونیستی و جهان سرمایه‌داری، و اینا فکر می‌کردن که این ایدئولوژی در واقع پاسخ سومی هست که میتونه یه مدل خوبی در جهت عدالت، آزادی و دموکراسی باشه. ولی می‌بینیم که این ایدئولوژی و این ساختار و این فکر به هیچ وجه پاسخگو نبوده، و خود کارکنان جمهوری اسلامی ایران، قدرتمداران جمهوری اسلامی ایران هم اساساً آقای چالنگی به این نتیجه رسیدن که این ایدئولوژی پاسخگو نیست. وقتی که من میخوام خیلی کوتاه اشاره بکنم، وقتی که حتی کتیبه کوروش رو به ایران بردن از موزه خانه انگلستان، چه استقبالی ازش به عمل آوردن، و اظهارات و اظهار نظرهایی که میخوان تا حدودی طبقه متوسط جامعه ایران رو جذب بکنن و به ناسیونالیسم ایرانی برگردن، این فقط کارگران نیستن، اکثریت قاطع مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن و تمام درآمد ملی، درآمد ناشی از نفت و غیره به نیروهای مسلح واگذار میشه، به سپاه پاسداران، به گروه‌های تروریستی در خارج از ایران. در واقع سپاسگزار هستیم آقای رحیم رشیدی عزیز، با سپاس بسیار. آقای ناصر محمدی عزیز، سپاسگزار هستیم، امیدواریم در برنامه‌های آینده باز با دوستان باشیم، آقای رشیدی و آقای محمدی عزیز. بازپخش این برنامه 12 امشب، 7:15 و 8:15 بامداد فردا و 5 بعد از ظهر فردا. تو در گذشته داشتیم سیامک پورسند و بنوشهر، خواننده سرشناس ایران، روانشان شاد با امید به فردایی بهتر. وقتی از کوچه ی ما گذر می کنی، دل میگه اومد، دل میگه اومد. باز ای سیاهم موهاتو پریشون کردی، باز زیر موها خودتو پنهون کردی، باز منو افسون کردی، باز دلم با خود کردی. جان 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 جان
نصیحت به تو دختر، نکن حرفشو باور، رقیبم میخواد از غصه عشق ما بمیره، میدونم که